بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند مهربان. سلام و درود خدمت همه شما عزیزان، دوستان و محترمان فارسی زبان، عزیزانی که بیننده برنامه خودتان، برنامه زنده روشنا هستید که از شبکه هادی تیوی دری تقدیم شما عزیزان و مهربانان میشه. بزرگواران، یک روز دوشنبه دیگر است و ما باز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه خانم دکتر رضایی بزرگوار هستم. سلام علیکم خانم دکتر رضایی، بسیار خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما کار محترم و همینطور همین بینندگان عزیز این برنامه. آرزومندی هستم که انشاءالله ساعت و لحظاتی تو هم با ایمان و امید و عشق داشته باشن. تشکر از شما. بینندگان عزیز و محترم، میگن که شادی یک امر درونی است، یک حظ روحی است، یک چیزی است که در دل از ما ایجاد میشه به خاطر که شما به اهداف خودتان میرسید. یعنی که هر کس که به هر هدف زندگی خودش چه کوچک و چه بزرگ میرسه، حس شادی درش ایجاد میشه و انسان فطرتاً میل داره تا این حس و این حظ روحی رو برای خودش ایجاد بکنه. گاهی اوقات میگن که بخیر، شادی خودش هدف است و دیگه مسائلی که در دنیا وجود دارن وسیله هستن برای که انسان حس را تجربه بکنه، چون ما ذاتاً از غم گریزان هستیم. شما نمی‌یابین یک کسی را در دنیا که به دنبالی باشه که برای خودش غم ایجاد کنه، برای خودش ناراحتی و دلدغه ایجاد کنه. معمولاً انسان‌ها تلاش دارند تا به این حس رضایت درونی، این حس خوشنودی درونی برسند و باز اتفاقاً در فرهنگ از ما هم بسیار یک امر پسندیده است و همه علاقه‌مند هستن به این مسئله، هم در فرهنگ دینی ما، هم در فرهنگ سنتی از ما، در بزرگان از دین ما، در روایات و در داستانهایی که از ایشان رسیده میفهمیم که گفته شده که ایشان همواره انسانهای شاد بودند، صورت بشاش، خوشروی و خوشحال بودند و روایات هم آمده که انسان مؤمن غمش در دلش است و شادیش به رویش است و مانند اینها کم نداریم. در فرهنگ سنتی خودمان هم چنین چیزی داریم. همه به دنبال این هستیم که شادی رو به دست بیاریم. در شعرها، در من یک بیت شعر بسیار زیبا برای از شما بخوانم که صاحب تبریزی میگه: تار و پود عالم امکان به هم پیوسته است، عالمی رو شاد کرد آن کس که یک دل شاد کرد. همه به دنبال شاد کردن هستن، شاد کردن دلها و به ویژه در این شرایط الان کشور از ما که یک مقدار دلها دیغ هست، شاید این حس که یک گمشده ای داشتیم که قبلا در بین از ما فراوان بود اما الان نسبتا کمتر است، این حس را بیشتر احساس بکنیم. خانم دکتر رضایی، شادی یک امر است که همه به سویش میل داریم، همه علاقه داریم که شاد باشیم، اما گاهی اوقات زندگی ما، اتفاقاتی که میفته یا مسائل روحی که برای ما ایجاد میشه، این حس را از ما میگیره و او فواید و آثار شادی که هم شما در برنامه گذاشته فرمودین و هم بزرگان در کتاب ها میگن و اصلا ما میدانیم که شادی فایده داره. وقتی من شاد باشم، احساس رضایت داشته باشم، در عمل کردهای خودم در زندگی موفق تر عمل میکنم تا که یک انسان خموده باشم، دل مرده باشم، ناراحت باشم. و وقتی که در یک جمع وارد میشیم، افراد شاد میبینیم، بسیار خوشحال میشیم، اصلا نمیفهمیم که شاد چطور تر میشه، ولی وقتی که در یک جمع میریم که همه ناراحت هستن، همه شاید او احساس رضایتی که در نهایت شب ممکن از کارمون ایجاد بشه بسیار کم باشه و عمل کرد و ضریب عمل کردمون هم قطعا کمتر است. بله، در این شکل نیست، شادی بسیار مهم است. اما چه کنیم، چه اصول رو در زندگی رعایت بکنیم تا بتونیم شادی رو در دل خودمون ایجاد کنیم؟ بله، در برنامه قبل برخی از اصول رو شما برای از ما بینندگان از ما توضیح دادن، اگر در این برنامه یک مقدار بیشتر توضیح بدن بسیار خوشحال میشیم. انشاءالله حتما. شکر. خب من قبل از آغاز صحبت یک خلاصه و یا یک ساده تر و مختصر تر، ما بحث ما این بود که برای شاد زیستن یک اصول و یک قوانینی داریم که 5 تا قانون طلایی داشتیم که در برنامه قبلی ما اگر اشتباه نکنم 2 یا 3 قانون رو مورد بررسی قرار دادیم. بله. یک بار دیگه من این 5 تا قانون رو به صورت کلی برای این دست از بینندگان عزیزی که احیانا از این برنامه با ما هستن میگم که بعد انشالله بپردازیم به توضیحاتمون. بله. قانون اول که بسیار بسیار مهم هم هست، حالا در درجه اول اهمیت قرار داره و شماره 1 هست، ایست که لذت ببریم از آنچه که دوست داریم. شاید به نظر بیاد که بسیار کار ساده است، ولی واقعیت است که
تعداد زیادی از ما آدم های مهارت رو که لذت ببریم از دوست داشتنی های خودمان نداریم و خصوصا نسبت به او دسته از دوست داشتنی هایی که ماندگارترن، خصوصا اگر خاطرتون باشه در برنامه قبل گفتیم نسبت به اعضای خانواده، نسبت به نعمت هایی که واقعا ارزشمندن، چون داریم میشن خیلی جدی نمیگیریم و اون لذت رو از اونها نمیبریم. قانون دوم، دوری جستن از آن چیزی بود که دوستش نداریم. سعی بکنیم چیزهایی رو که خود ما آگاه هستیم و میدانیم که باعث اذیت و آزار ما میشه تا جایی که امکان داره از اونها دوری بجوییم، به اصطلاح حامیانه از بلا پرهیز کنیم، تا جایی که میتوانیم اقدام رو برای خودمان در نظر بگیریم که نرویم به سمت چیزهایی که باعث آزردگی روحی ما میشه، ما را آزار میده. نکته سوم بود که خب گاهی وقتها ممکن است که ما یک چیزی را دوست نداریم ولی از او دوری کرده هم نمیتونیم. خب حالا چیکار کنیم با چیزی که دوستم نداره و نزدیک ما هست دور شدم نمیتونیم؟ قانون سوم این بود که تغییر بدهیم آن چیزی را که دوست نداریم و نمیتوانیم هم از او دوری کنیم. خب ما جلسه پیش بحث کردم یک اصل کلی رو در مباحث انسان شناسی مطرح کردیم که آدم ها موجوداتی مختار هستند و اراده اونها اصلی ترین موتور محرک اونها برای همه اعمال رفتار ماست. وقتی که میگیم تغییر بدیم، حالا یک وقتی هست بحث ما در مورد اشیاء است، در مورد ابزار و مثلا خانه ایم خوشم نمیاد، تغییر میدم خانه ایم، مثلا موتوریم، مثلا وسیله ایم، مثلا فلان کالاییم، هر چی. خب اینا بسیار ساده است، اگرچه همینا متاسفانه گاهی وقتا بسیار سخت است. مثلا تصوری که یک، خصوصا در وضعیت اقتصادی که در جامعه ما هست، ممکن است یک بنده خدایی که کارگر است، حتی خانه اولی که اون زندگی میکنه بسیار کوچک است، نخریده حتی مثلا در حدی که گیرو کرده یا کرا میده، تا دوست داره و میل اوست که خیلی آزار داره، مثلا جایش محدود است و فضا تنگه، این رو عوض کنه ممکنه سالها طول بکشه و موفق به کار نشه و مجبور بشه تحمل بکنه. نگاهی قد خانم دکتر میبینیم که مثلا یک خانم خانه میگه اصابه خانه رو جای به جای میکنه، چقدر چیز خوبیست، بسیار کارا نیست، یعنی خیلی هم کمک میکنه به باز شدن فضای ذهنی و حالات روحی روانی، خصوصا برای ما خانم ها که کلا تمایل به تنوع و تجدد داریم، دوست داریم که جدید بشه. خب حالا پس این بحث مادیات رو میذاریم بکنار، به نظر میرسه که کار ساده تری است، یعنی در مورد اشیا و ابزار و وسایل مادی. اما ممکن است این سوال پیش بیاد، خب در مورد آدم ها ما جلسه پیش یک صحبتی داشتیم، مثلا فرض بر مثال خدایی نکرده یکی از نزدیکترین عزیزانم، خواهرم، برادرم، همسرم، همکارم، پدرم، مادرم، هر کسی ممکنه باشه، او کسی است که به شدت باعث آزار من است و من او را دوست ندارم و نمیتوانم تحمل کنم، متوجه دور شدم نمیتوانم، یعنی پس میخوام که تغییرش بدم. احسن، یا تمایل یا توانش ندارم یا تمایلش ندارم. تمایل ندارم، خب میگم که مادرم هستی، برادرم هستی، خواهرم هست، من این را اعلام کنم، خب چیکار خواهد کرد مثلا؟ یا اینکه میخوام کلا، یعنی دل بریدم از او، منتها توانش ندارم، اگه اعلام کنم باز خودم چیکار کنم؟ یعنی دو تا حالت داره، یا توانش ندارم یا تمایلش. خب وقتی که گفتیم تغییر کنیم، مسئله اینجاست که جلسه قبل هم اینو گفتم، یک بار دیگه میخوایم اینو تذکر بدم که بعد اینو بپردازیم کمی کامل‌تری، که در قوانین انسان شناسی ما یک اصل کلی داریم که هیچگاه، هیچ زمان، هیچ کسی نمیتواند دیگری را تغییر بدهد. یعنی من شما رو نمیتونم تغییر بدم، یعنی شما چون موجود مختار و موجود آزادی هستید، مثل یک ربات نیستید که من مثلا شما رو کوک کنم، یا یک برنامه باشید که من برنامه، مثلا فرض کنید که در کامپیوتر من فلان برنامه رو تغییر میدم، سبک ورود و خروجش رو، یا فلان انسان، من به هیچ عنوان نمیتونم کس دیگری رو تغییر بدم. خب بعد علامت سوال پیش میاد، پس این قانون ملغا شد دیگه، خونسا شد، معنی نداره. وقتی که اگر او چیز، او کسی که به اصطلاح من او رو دوست ندارم و نمیتونم از او دور بشم، شی نباشه، انسان باشه، خب شما میگید که نمیشه تغییرش داد، پس چیکارش کنم؟ بالاخره تغییرات کوچیکه خانم، منظور من ایست که وقتی که میگیم تغییر بدیم، یعنی تلاش کنیم خودمان زمینه تغییر رو برای طرف مقابل ایجاد کنیم، نه اینکه، خصوصا متاسفانه اشتباه بسیار بدی که اتفاق میفته در مورد پدر مادرها هست، در مورد زن و شوهرها هست، این که رسما به طرف مقابل اعلام میکنی من از تو بدم میآیه، فلان اخلاق بسیار زشت است، فلان کاری که میکنی اصلا، اینو عوض کن، اینو تغییر بده. ببینید دقیقاً ما به یک معنی انگار وارد یک مبارزه تن به تنی شدیم و او آدم از لحظه‌ای که اینو میشنوه و شروع میکنه به پردازش ذهنی، در ذهن خودش میگه ای به من دستور داد، ای میخواهد او آزادی مرا بگیره، ای احساس میکنه که بر من تسلط داره، ای فکر میکنه که من بنده ای هستم، فکر میکنه که من زیرده، ولو که بچه طفل دو ساله ای ما باشه. دقت کردید وقتی به بچه شما اصرار میکنی که فلان کارو نکن، عمدن بارها و بارها او کار انجام میده. بله. یعنی وقتی به یک طفل سه ساله میگی مثلا بچه‌م تلویزیون دست نزن، یا فلان چیز خط نکش روی دیوار، شما که میگی نکن،
رسما اعلام یک مبارزه، یک جنگ، اعلام جنگ کردی. دارم جلوی اراده ای تو رو میگیرم. من میخواهم تو عملی رو که الان آزادانه انجام میدی، آزادی و اختیار تو رو بگیرم به خاطری که من میگم این کار انجام بده. خب بچه به اصطلاح عامیانه‌تر میگیم لج میکنه، زد میکنه، شروع میکنه محکم‌تر کشیدن. حتی گاهی وقتا به قیمتی تمام میشه که دیدید در بچه‌ها زیاد اتفاق میفته. پدر و مادر و بزرگ فرد بزرگسالی که این نصیحت رو میکنه یا این هشدار رو میده یا دستور میده، بلند میشه و رو میزنه. بله، حتی لج و کوب میکنه. ولی بچه یک مدتی کوتاه میاد، بعد مثلا نگاه میکنه میبینه که او حواسش نیست و او نمیبینه، دوباره به سمت دیوار و دوباره بشه. چرا؟ چون همون احساس ای که تو آزادی منو میخوای از من بگیری. خب پس بنابراین وقتی که میگیم تغییر بدیم، به هیچ عنوان نیم به طرف مقابل رو در رو بگیم که فلان اخلاق تو بد است، فلان خصلت تو زشت است، من ایره دوست ندارم، به خاطر من تو باید اینو تغییر بدم. این که دیگه بدتره. اصلا دقیقا بس استعیره به طرف مقابل میدیم که تو اصلا اراده نداری. ایمه هستم که اراده مطلق هستم و من میتونم تو رو تغییر بدم. خب پس وقتی که میگیم تغییر بده، منظور ما ایجاد زمین است. کی زمین رو ایجاد میکنه؟ من. اگر من فرزندی دارم، دختر جوانی 10-11 ساله دارم که دختر جوان نوجوانم، به اصطلاح جوانم نه، دختر نوجوانم جدیداً بد اخلاق شده، فریاد میزنه، جیغ میکشه، به گپ من هیچ اعتنایی نمیکنه، مثلا فرض کنید که مکتب میره دیگه، به درس و تکالیفش خیلی علاقه من نیست، دائما گوشی موبایل به دست او و یا مثلا نشسته فلان سریال و فلان فیلم نگاه میکنه. خب اول بار مثلا با دوستانه، مادرم، عزیزم، جانم، نفسم گفتم هیچ تاثیر نداشت، بعد یکم جلوتر رفتم که خب تو مگه مکتب نداری، تو مگه درس نداری، تو فلان نیستی، یک کم تهدید کردم و در نهایت کار به جایی رسید که ببخشید فحاشی میشه. مادر شروع میکنه به عبارتی به فحش دادن، یا حتی گاهی وقتا کار به جای باریک میشه که مادر به پدر گفت و پدر شروع کرد به تعذیب بدنی، به تعذیب جسمانی و خیلی کارهای دیگه. خب اتفاقی که میفته که نوجوان نه تنها تغییری نمیکنه، بلکه ممکن است که نتیجه برعکس، هر چقدر سن بالا طرف احساس اراده و هویت و اختیار قوی تر شد، اگه 12 سال شد 16 سال قطعا این کار نتیجه نخواهد داد. 16 سال شد 18 سال باز همسر ما چندین سال از عمر او میذاره، خانم یا به عبارتی همسر او آقا به هر حال برای خودش عزت نفس داره، احساس شخصیت میکنه، همسرش به اون میگه که من میخوام تو رو تغییر بدم، من به تو میگم که فلان کارو نکن، از فلان رفتارت بسیار بدم میاد. خب پیش خودش میگه خب به من چی که تو بدت میاد؟ اختیار من دارم، من دلم میخواه که این کارو بکنم. دیدید در نوجوانم میگه دوست دارم، یعنی دقیقا لحظه ای در نوجوان یه حالت به اصطلاح چون در حال شکل گیری هویت است، به شدت به خودش احترام قائله و دلش نمیخواد که هیچ کسی آزادی او رو و اختیار او رو رسما به پدر و مادر میگه دوست دارم این کارو میکنم. یعنی تا زمانی که مثلا پدر و مادر یک زور بیشتر دارن، او اولاد ازید میشه، بکر پدر و مادر میکنن به محض اینکه قدرت اولاد احساس کنه که قدرتم بیشتر شده، دیگه نافرمانی میکنه. برای خانواده که مثلا زن و شوهر هم این رقم است، مثلا تا زمانی که زن سن سالش کم است، دقیقاً میگن مثلا تو یک زن سن سال کمتر بگیر بچه، مثلا سن سالش کم باشه، طفل باشه که از این دستشونه بتونی کو رو تربیت کنه. ولی خب نمیفهمن که وقتی که این بزرگ شود، خب تو زمانی که سنش کم است باید میشه، ولی بزرگ شود دیگه نمیشه. دقیقاً در فرهنگ ما خیلی هم شایع است، دقیقاً یعنی عفامیانی ما است که دختر کوچکتر بگیریم، بله بله، یکم بچه تر باشه که او رو همون همون رقم که خودمان میخواهیم تربیت کنیم یا مثل خودمان شویم، بله مثلا بله. فلان فامیل از فلان طایفه میگیریم، خب غم نداره، منتها اینه که بیاریم آرام آرام شبیه خودمان میشه. یعنی چی؟ یعنی میل به تسلط، یعنی اصلا هدف و غرض من است که اینو تغییر بدم. خب زمانی که کوچکه، همون که شما گفتید، تا یک زمانی که احساس ضعف کرد، ولی به مرور زمان بعد یک میل درونی است، اصلا ما آزاد و مختار آفریده شدیم. یعنی اصلا تکلیف یعنی حضرت سبحان ما رو مختار آفریده، پس برای به او دلیل به ما تکلیف کرده که حالا یا تکلیف رو میپذیریم، اطاعت میکنیم و قبول میشه، یا هم که گاهی وقتا نافرمانی اتفاق میفته، کما اینکه شیطان این کارو کرد. پس بنابراین ببینید، حالا برمیگردیم به اصلی که گفتیم، اگر که قرار است من چیزی رو دوست ندارم، از او دوری کردم، نمیتونم، میخوام تغییرش بدم، چه قسم تغییر بدم؟ خب دختر نوجوان 12 ساله‌ای مادری داره، خوبی همون اشکالی که گفتم، داد میزنه، فریاد میزنه، گپ گوش نمیکشه. خب سوال، یک لحظه من این تغییر ایجاد کنم، من از ذهنیت مادرانه خودم که 30 و چند سال، 40 و چند سال، 20 و چند سال عمرم بیایم بیرون، برم در قالب ذهنم، اگر من یک دختر 11 ساله می بودم و در این زمان زندگی می کردم، اشتباه بزرگی که در تربیت ها و در تفکرات ما است که ما همیشه در درون ذهن خودمان هستیم، در چارچوب ذهن خودمان دنیا رو می بینیم، هیچگاهی به خودمان این آزادی رو و این جسارت رو نمی دیم که از قالب خودمان خارج بشیم، وقتی خصوصا زمانی که طرف مقابل ما واقعا میل به تغییر در من وجود داره، من احساس می کنم واقعا این طرف روبروی من، حالا هر کسی که هست، هر نسبتی که با من داره، واقعا آزاردهنده است،
است. من به خاطر دوست داشتن خودم باید اقدام کنم. من خودم دوست دارم. من این سوهان روح من شده. بله. هر روز ما با هم گفتگو داریم. هر روز ما با هم جدل داریم. هر روز 20 دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت من واقعا اعصابم به هم می‌ریزه. حتی گاهی وقتا شبا من خوابم نمیبره. مجبور میشم قرص مسکن بخورم به خاطر که در روز دو بار سه بار با فلان کس، هر کسی که میخواد باشه، با هم کاریم، با رئیسم، با همسرم، با هر کسی. خب اگر من خودم دوست دارم، یعنی تغییر اول باید درونی باشه. من احساس میکنم که این موجود، این شخص، این فرد، او چیزی نیست که من دوست دارم و من نمیتوانم از ایام دور کنم. گفتم یا توان است یا توان ندارم یا تمال. خب حالا میخوام تغییرش بدم. اولین گزینه این علاقه را در خودم بسیار جدی کنم، چون من خودم دوست دارم. باید خب چطوری تغییر کنم؟ بیایم بیرون بگم که خب فکر کن تو خودتو بذار جایی. این چرا با تو لج میکنه؟ ای چرا با تو زد میکنه؟ ای دختر 12 ساله تو به جای دختر 12، یک لحظه به جای دختر 12 ساله خودت باش. فکر کن که آیا دوست داری که هر تو خوب فکر کن هر 20 دقیقه یک بار، یک بار به بچه یک تشری زدی، یک بار به دختر یک گپی زدی. بعد خب خود فکر کن کسی دیگه از بیرون بیاد، تو خودت جای دخترت فرض کن، هر 20 دقیقه یک بار به شما فکر فاری بود، یک امر و یک دستور. بعد لحن کلام تو لحن مناسب نیست. اولا اگه میگفتی دختر جانیم، زیادی دختر جانیم گفتی، حالا هم که دیگه خدای نکرده کار به فحاشی کشیده، زیادی تون میری زیاد. خب پس اولین به اقدام برای تغییر از خود در آمدن و به دیگری نزدیک شدن است. میگن که پای خود کفش دیگر بلو، با کفش دیگران بیارد بگرد. درسته خانم دکتر، اگر اجازه بدین یک میان برنامه ببینم و باز در خدمت شما باشیم. تشکر. بینندگان عزیز و محترم، ما شماره تماس مثبت 964-780-255-13 پول ارتباط ما و شماست و شما میتونید که از طریق واتساپ با همکاران از ما در ارتباط شید. اگر همین الان هم کدام سوال از کارشناس محترم خانم رضای بزرگوار دارید، میتونید که سوالات خودتان را از طریق واتساپ بفرستید. همچنان ما در فضای مجازی هم حضور داریم، از طریق اینستاگرام، یوتیوب، واتساپ و دیگر فضاهای مجازی میتونید که با ما در ارتباط باشین. الان از طریق پخش لایو فیسبوک اگه میتونید که برنامه خودتان را ببینید و نظرات و سوالات خودتان را کامنت بکنید. اگه من برنامه کوتاه را میبینم و باز در خدمت شما خواهیم بود. معبود من، مرا این عزت و ارجمندی بس که بنده تو باشم و این سرفرازی بس که تو خدای من باشی. تو همان گونه هستی که من دوست دارم، پس مرا چنان بساز که خود دوست دارم. خدای من، اگر از من نیکی هایم را بخواهی، همه را به تو خواهم بخشید، با این که خود به آنها سخت نیازمندم. من بنده تو هستم و تو پروردگار منی. خداوندا، به تو پناه میبرم از اینکه بیرون مرا در چشم مردم زیبا نمایی و درونم را با کارهایی که از تو می پوشانم زشت گردانی، تا در برابر نگاه‌های مردم از خود نگهبانی کنم و از این راه نیکویی بیرونم را به مردم بنمایم و کارهای زشتم را به سوی تو روان کنم، تا از این راه به بندگانت نزدیکی جویم و از خوشنودی تو دور شدم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و دوستان و محترمان. شما بیننده برنامه زنده و مستقیم روشن هستید و ما همچنان در خدمت کارشناس محترم خانم دکتر رضای بزرگوار هستیم با موضوع اصول شادزیستن. خانم دکتر، بحث در باب اصول شادزیستن است. شما برای از ما یک اصل بسیار مهم را
توصیف کردین و ویست که اگر که یک چیزی در زندگی از ما هست که ما رو دوست نمیداره و باعث آزار روح و روان از ما میشه، زندگی رو به کام از ما تلخ کرده، سعی کنیم که تغییرش بدم. و اگر رو طرف مقابل یک انسان باشه، تغییر دادنش از عهده از ما به این راحتی بر نمی آید. ما باید که قدم هایی را به تدریج بردارم تا کم کم اون فرد خودش تغییر کنه. در خدمت شما هستم. سلامت باشید. خب قدم اولی بود که پس از قالب خودم بیرون بیایم، به قالب اون فرد وارد شم و دنیا را از منظر او ببینم. و بسیار کار سختی است خانم. درست. یعنی بله. یک به اصطلاح سبکای جدیدی داریم، یک روشی به عبارت جزء روش‌های جدیدی است که در روانشناسی هم مطرح میشه. به اصطلاح میگیم چیر تو چیر، یعنی دو تا صندلی. یک صندلی فرد اینجا میشینه، صندلی مقابل خالی است، تصور میکنه که او فرد اونجاست. مثلا دختری با مادرش مشکل داره، خانومی با همسرش مشکل داره. بعد جالب اینجاست که دقیقاً اول هر اون چرا که در درون وجود اوست و نتوانست است بگوید مستقیم به اون میگه، و جالب اینجاست که از اینجا بلند میشه میره او سمت میشینه. یعنی اول دختر است که تمام گلایه ها و عقده های خودش رو به مادرش واگویه میکنه و مادر تصوری باوری که مادر الان میشنوه. خب بعد دقیقاً در یک حالت خیلی جالب به اصطلاح میشود گفت در یک فضای تصنعی ولی بسیار موثر، از روی چوکی خودش بلند میشه او سمت میشینه، حالا میشه مادری که عزیز هم داره دختر میبینه. بعد در قالب مادری کاملا فرو میره، اگه من جای مادرم بودم، اگر این دختری میرم بهم برخورد میکرد، این گپ میزد، ایتو میکرد. بسیار بسیار سخت ولی بسیار بسیار موثر و کمک کننده است، در این که ما واقعا احساس و دوریمون گاهی وقتا تو کاهش پیدا میکنه، تو گاهی وقتا خیلی راحت میپذیریم، میگیم که خب این بنده خدا مقصر نیست، شاید هر کسی دیگه هم جای اون می بود یک همچی رفتاری از او سر میزد. و الاخر خب پس اولین قدم از خود براییم و حداقل در جایگاه دوم سعی کنیم قطعا و حتما با نگاه و قصد خیرخواهانه وارد شویم و خیرخواهی خودمون رو به طرف مقابل اثبات کنیم. ما خیلی وقتا مبارزه‌ای، تحکمی به صورت جبری یا مقصود، من مثلا همین، من مادرت هستم هر چی که میگم، نه، او نعمتی است خدا داد که بالاترین نعمت حضرت سبحان است و امانت است نزد تو، بچه تو نیست، داد خداست. بله. تو بچه من هستی، هر چی که من میگم تو باید انجام، تو زن هستی، زن باید از شوهر خودش، حالا که اطاعت محض فقط از خدا و رسول خدا و اولی الامر است. پس ما در موارد رابطه زن و شوهر یه رابطه است، یه پیوند است، یه به عبارتی معامله است، یه قرارداد است که هر کدوم از این طرفین یه حقی دارن در مقابل یک مسئولیتی. این گونه نیست که وقتی مثلا متاسفانه در بسیار از موارد اتفاق میفته که تو زن هستی ای تو شوهر هستی وظیفه، نه، شوهری یه رابطه است. مثلا ما به شریک ما میتونیم بگیم چون تو شریک من هستی، خب زندگی زن و شوهر یه شراکت است، تو با یک ویژگی ها و شرایط خاص خودش. خب مرحله دوم خیرخواهانه گفتن یعنی که اینو واقعا ثابت کنیم که من ببین عزیزم، دخترم، همسرم، دوستم، رفیقم، من تو رو دوست دارم، از سر خیرخواهی دارم میگه بهت میزنم. و نکته سوم که به عبارتی آخرین مرحله و یا آخرین اقدام است، ایست که چندین حق انتخاب برای طرف قائل باشیم و به او بگوییم تو مختاری هر کدام از اینا رو که میخوایی انتخاب کنی. ببینید دختر من، دختر 12 ساله من لجباز است، درس نمیخونه، داد میزنه، با فلان دوستی که من نمیخوام خوشم نمیآید رفت آمد میکنه. خب اول من یک بار از قالب خودم بیرون بگیم که خب تو خودت 12 ساله بودی، آیا دوست نداشتی؟ آیا همسن سال صمیمی نداشتی؟ آیا از خانه بر نمی اومدی؟ آیا مثلا تفریح نداشتی؟ در مثلا اگر در 24 ساعت شما 10 ساعت میخوابید، در 14 ساعت روزی 2 ساعت 3 ساعت تفریح نمیکردی؟ یک بار به دختر نوجوان 12 ساله نگاه کن، این چند ساعت در طول روز تفریح میکنه؟ آیا حق نداره که تفریح کنه؟ خب تفریحات سالمی که تو برش در نظر گرفتی چیست؟ تو مثلا فرض کن زمینه رو برای یک کتاب مناسب، برای یک همنشین مناسب، خودت با دوستت، خودت با دختر رفیق شدی، اصلا رابطه رفاقتی برگزار کردی، دوست خوب پیدا کردی، زمینه برای رفت آمد با دوست خوب برایش ایجاد کردی، فلان کورس، فلان فرض کن این صنف، فلان مهارت ایجاد کردی که بره یاد بگیره، هم ساعتش تیر شه به قول ما مردم، همین که چه کار کردی؟ حالا اگه تصور کن که تو به جای یک دختر نوجوان 12 ساله باشی و تطراف تو فقط تمام تفکر و تذکر دیگران باشه که مکتب، کتاب، درس، خانه، شوشتن، جمع کردن، خواهرت، بیادرت، فلان، خب یه آدم نیست؟ این نیاز به تفریح نداره؟ داره. اگر قرار است که شما اولین حق رو بر او قائل باشه، بعد بگو خب حالا به اون دختر 12 ساله گفتگو می‌کنه مادر جان تلویزیون نگاه کن،
منتها یک ساعت، دو ساعت. حالا بگو صبح دوست داری؟ دوست بعد چاشو دوست داری؟ صبح از 9 تا مثلا 10 نگاه کن، از 10 تا 11 نگاه کن، منتها بعدش این کارو بکن، بعدش ببینید یک بازهی، یک فضای بازی برای که احساس اراده و آزادی او خدشه‌دار نشه، احساس نکنه که شما داری دیکته میکنی، او رو مجبور میکنی. عزیزم من تو رو دوست دارم و یه حق به تو میدم. راست میگی، تو هم حق داری که تلویزیون نگاه کنی، تو هم حق داری که کمی تفریح کنی، منتها خب بیا ای مثلا فرض کنیم من به توافق برسیم از سر خیرخواهی، مادر من دستن ها هستم، من نیاز به کمک دارم، همسر عزیزم من انسان هستم، من آدم هستم، من میخوام که خب حالا بیا با هم توافق میکنیم، تو مثلا روزی چند ساعت، یا حتی گاهی وقتا ممکنه که روز کم مثلا زیاد باشه، بگیم آقا هفته چند ساعت، تو چند ساعت به من اجازه میدی برای خودم باشم؟ که این بسیار ضعف جدی در رابطه زناشویی ما افغان هاست. این ببینید، ما دختر وقتی که عروس میکنیم به اون میگیم تو عروس خانواده فلانی هستی، انگار خودت، بعد او که مادر میشه تو مادر اولادایت هستی، دیگه خودی وجود نداره. یعنی زنانگی او، خود او، در مورد بچهای ما همینطور است، تو داماد فلانی هستی، تو همسر فلانی هستی، تو پدر بچهایت هستی، تمام تلاشت فقط حالا که گاهی وقتا لازم داریم برای خودمان، ما خودمون رو گاهی وقتا باید دریابیم. خب هفته چند روز به همسر خودت اجازه میدی که خودت باشه، خودش باشه. خب مثلا میگه که خانم جان ما مثلا میریم کدر رفقاین کو، میریم میله، خب اجازه رو بدیم. مثلا بعضی از خانم‌ها برعکس هستن، بازی کار، یا برعکس میگه که مثلا خانم به همسرش میگه که من واقعا میبینی که در طول هفته بسیار مثلا دو تا طفل دارون کار زندگی مشغله زیاده، به من خودت بگو بیا با هم به تفاهم، اما خیرخواهی از سر دوستی، من قصدی رو ندارم که واقعا تو رو آزار بدم و واقعا دوستت دارم، زندگیم هم دوست دارم، ولی واقعا تو بیا درک کن، تو به من بگو مثلا در طول هفته چند ساعت ای، یعنی به توافق برسیم، حالا بگیم که به نظر تو خوب است که من به عنوان خانم برای خودم باشم، مثلا برم که دوستان، برم با مادر مثلا خبر مادر، بچه‌ها رو نبرم، خودم تنهایی، یک احساس خودمانی و لذت ره. از سر خیرخواهی و بعد یک حق اختیاری برای طرف مقابل ما ایجاد کنیم بر اساس ای که طبیعتاً ما انسان‌ها خودمون را دوست داریم. زمانی که شما رسماً به من بگویید من نمی‌خوام تو رو تغییر بدم، من تو رو دوست دارم و من برای تو حق انتخاب قائلم، قطعاً و حتماً طرف مقابل برای تغییر کردن اقدام خواهد کرد و تغییر می‌کنه، ولی خودش تغییر بله. تمایل پیدا میکنه و دنبالی میگرده تغییر کنه. منتها اگر که تکه اول جای او نرفتیم، از دید خودمان جهان رو دیدیم، تکه دوم با زور، با تحکم، چون من میخوایم، چون من دوست دارم، خیرخواهی و دوست داشتن من رو به طرف مقابلمان ثابت نکردیم، و نکته سوم دیکته کردیم یک قانون از قبل نوشته ایره که خودم همینی که من میگم نه، حق اختیار، حق انتخاب برای طرف قائل بشیم، این تغییر محقق میشه و بسیار هم لذت بخش هست. درسته. خانم دکتر، شما صحبت های خودی که میگفتین من باز به یاد یفتم که گاهی اوقات پدر و مادرها و به ویژه مادرها که سعی میکنن که اولادای خود را تربیت کنن و اینها، و نه تنها که به عبارتی خود به جای اولاد خود نمیگذارن، که اولاد را کاملا به جای خود میگذارن. یعنی فکر میکنن که نمی اولاد 8 ساله است، 10 ساله است، 12 ساله است، باید کاملا مثل یک خانم بزرگ، مثل یک مرد بزرگ هوشیار باشه، بفهمه که زندگی چه رقم است، چی کار بکنه و چی کار نکنه. یا به گذشته خود نگاه میکنه، میبینه من وقتی 12 ساله بود مادرم با من رفتار را میکرد، خب او دوره مثلا 50 سال پیش، 40 سال پیش یک رقم مردم زندگی میکردن، تقاضاها، نیازها یک چیز دیگه بود، و الان یک رقم دیگه است، دنیا تغییر کرده. من یک روایت بسیار زیبا از امام علی علیه السلام به یاد میاد که میگه فرزندان خود را برای زمان غیر از زمان، بله بله، برای زمان خودشون تربیت کنه، زمان خودتون. من این اشتباه خیلی اشتباه رایج است که نگاه میکنم من 30 سال پیش من چی میخواستم از زندگی، بعد فکر میکنم اگه همون را برای اولاد خود فراهم بکنم، دیگه اولاد من دیگه تمام احساساتش همه پاسخ داده میشه، نیازش همه پاسخ داده میشه، در حالی که رقم نیست. کاملا درسته. یک نکته در مورد همین، بس حالا اولا که اشاره بسیار بسیار زیبا و کاملا درستی داشتید، صحیح به فرمایش بسیار گرانسنگ امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام که حضرت کاملا واضح میفرمایند فرزندان شما برای زمانی غیر از زمان شما دنیا آمدن، پس از اونها نخواهید که مثل شما زندگی کنن، و این متاسفانه در فرهنگ ما بسیار بسیار یک حالت عمیق و ریشه‌ای داره، و این مقایسه و این حتی درخواست های لفظی و علنی در دفعه فقط از مادر، همه ما مثلا یک اصطلاح آمین است، ما جلوی پدرمان پایمان را دراز نمی کردیم، صدایمان بالا نمی رفت، فلان و فلان، اولا که شما ماله. ولی نکته مهمترش ایست خانم بیانی، در به لحاظ روحی و روانی مشکل اینجاست، آدم های این رفتار ها را انجام میدن که خودنو از کودکی خود لذت نبردن، خودنو اصلا کودکی نکردن، به اصطلاح آمیانه تر یک عقده ای این آدم از کودکی خودش داره، ای که میگید که دلش میخواد، که اینم این مدل که من میگم، اگر خودمو بچگی کرده باشه،
و از بچگیش کمال لذت رو برده باشه، از بچگی گذر کرده باشه به نوجوانی رسیده باشه، از نوجوانی به سلامت گذر کرده باشه به جوانی رسیده باشه، از جوانی گذر کرده باشه و به بزرگسالی رسیده باشه، الان به عنوان یک فرد بالغ بزرگسال که کودکی و نوجوانی و جوانی رو تجربه کرده و خودمون میدونه که کودکی یک میل عظیمی برای بازی داره، نوجوانی میل عظیمی برای برای جلوه دادن، برای ابراز شخصیت کردن داره و جوانی میل عظیمی برای تجربه کردن، برای ریسک کردن، برای خطر کردن داره، الان به عنوان یک آدم بالغ به کودک خود هم اجازه کودکی کردن میده، به نوجوان خود هم اجازه کمی غرور، کمی لجبازی، کمی خودسری، کمی دنبال هیجان گشتن و کنجکاوی، و به جوان خودش اجازه ریسک کردن میده. مشکل جدی در نه تنها در به عبارتی مردم ما، در اکثر غریب اتفاق انسان هایی است که او آدم هایی که در جا زدن به اصطلاح میانه، یادم خودش کودکیه سختی داد، کودکی بره. نکرده است که الان خودش، وگرنه اگه یک لحظه همو من بچه بودم چه میکردم. واقعیتش است که بچه های ما خیلی مظلومن، یعنی بچه های این زمانه چه اونها باز به نسبت او بچه هایی که در مملکت ما زندگی میکنن که بسیار بسیار هم مظلومند و هم محروم. حالا ممکنه بچه چرا من در دوره کودکی و نوجوانی ما اتفاقاتی که مثلا من خودم مثال میزنم، خب ما یک آزادی خیلی دست بازی داشتیم، داخل کوچه ها مثلا بازی میکردیم، یک نه 5 تا 6 تا گروه های دخترانه با هم سن سالای خودمون بازی میکردیم، اون لطافت ها و اون جذابیت های بچگی رو کاملا آزاد و رها. پدر و مادر، حالا تازه جالبش اینجاست که ما تعدادمون هم زیاد بود، مثلا 4-5-6 خواهر برادر بودیم، حالا در همون زد و خورد های من یکی نمی اومد، دائم قاضی عادل شد، تو چرا برادر تو زدی، تو چرا فلان کردی، حالا زد و خورد میکردیم، بعد آشتی هم میکردیم، تمام میشد. بزرگترمون خواهر برادر بزرگتر ما بزرگتریش هم میکرد، خردتری رو میکرد، همه چیز در جای عادی، به خاطر اینکه اون ذره بینه و اون نگاهه و دستوره و تحمیل نبود، آزاد و رها، هر کس کار خودش میکرد. حالا جالب اینجاست که دختر طفل 5 ساله ما بچگی نداره، در یک آپارتمان محدود 60-70 متری داخل یک اتاق محدود، خب تمام ما داریم در من باعث رشد فیزیکال داریم که کودک حد فاصله بین 4 تا 5 سال روزی 5000 متر 5 کیلومتر توانایی حرکت داره خان بیان. حالا شما فکر کنین که بعضی از 5 ساله های ما حتی 500 متر رو هم برمی میرن، چرا؟ چون اجازه ندارن. خب این انرژی ذخیره شده در، خصوصا اگه پسر بچه باشه، این انرژی ذخیره شده در پایه بچه کجا نمود پیدا کنه؟ تبدیل میشه به اخلاقی، تبدیل میشه به لجبازی، تبدیل میشه به غذا نخوردن، تبدیل میشه به زیاد غذا خوردن، تبدیل میشه به بیش از اندازه تلویزیون نگاه کردن، تبدیل میشه به جیغ کشیدن برای به دست آوردن موبایل و هزار تا چی. اگر این بچه او انرژی رو که واقعا ذخیره در وجود هست به لذت شادمانی دوره کودکی که کاملا تخلیه کنه، میبینید که غذا میخوره، سر وقت میخوره، به اندازه میخوره، سر ساعت 9:30 یا 10 شب انقدر خسته شده که نیازی به این نیست که شما مثلا برنامه‌ریزی کنی برای خودش، به معنی اینکه یک جای ثابت رو پیدا کرد، گاهی وقتا بچه‌ها بدون اینکه خواسته باشه در گاهی وقتا در شبکه‌های مجازی طنزش هست همینطور میخوابه، بخاطرش بخاطر که انرژی تخلیه شد، تمام اون پتانسیل هایی که دوری کودکی شادمانی بازی کردن، ولی کودکان ما کودکی نمیکنن. متاسفانه در مورد مردم ما که باز یک بدبختی است که اگر حولی کلان داره او امنیت رو نداره که بچه‌ش مثلا بچه کسی رو بیاره داخل خودش یا اجازه بده که ای بره مثلا داخل کوچه، به خاطر چی؟ ترس از انتحار، ترس از اینکه بچه اختطاف کنن و هزار اتفاق دیگه. پس بنابراین اینو درک کن که گناه یعنی واقعا مظلوم هستن. اگر من خودم بذارم که خب حالا یک دختر نوجوانی که هیچ امکانی برای شادی کردن نداره، چرا این شادی رو هم که یک انتخابات محدودی داره، یک دو سه تا چیز داره ولی که همون احساس شادمانی برای شجاعت، حالا همونا رو چرا من ازش بگیرم؟ چرا خودم جای اون نگذارم و این زمینه رو برای او ایجاد نکنم؟ اگه قراره او تغییر خواهد کرد، قطعا تغییر خواهد کرد، زمانی که اولین قدم من زمینه رو برای تغییر ایجاد کنم و اولین قدم اینه که یک بار از جای خودم بخیزم، بشینم جای یک دختر 12 ساله، جای یک جوان 18 ساله، جای یک طفل 5 ساله، ببینم دنیا از منظر اونها چه رنگی است، به چی نیاز دارن، چی رو میخواین. منی که به عنوان یک مادر یا یک پدر یا یک خواهر و برادر بزرگ بالغ دنیا رو یک مدل میبینم، هزار رقم جوش و غصه دارم خانم، هزار دردسر دارم. او طفل اصلا از اینا سر در نمیاره، به او چه ربطی داره که من امروز مثلا من پدر امروز مثلا فرض کنید هیچ سودی در دکانم نکردم، مثلا کیسه‌ام خالی است، از اون خانم زنگ زده که فلان چیز بیار، اومده دم در گفته چرا نیوردی، گفتم پول نداشتم، دعوا شد. حالا چرا باید او کودک ایده مثلا درک کنه که از راه میای خب بابا جان بیا بازی کنیم، بابا جان بعد یک وقت دست بالا میره آنچنان سیلی به صورتی بچه زده میشه که برو گم شو فلان گوشه بشین. خب بچه چه تصوری داره؟ میگه من که کاری نکردم،
من که چیز اضافه ای نخواستم، من که من فقط گفتم بیا بازی کنیم. اون نمیداند که توی پدر من مادر چه بلاهایی سرمون آمده، چه سختی ها و چه تنش هایی. همون لحظه یک لحظه بگیم خب الان من، خب من با همه مشکلات و چالش ها وقتی رو روی من به عبارتی کودک، چون سر و کار تو با کودک فتاد پس زبان کودکی باید باشه. یک لحظه تصور کن خب یه دنیای ما با دنیای ما فرق میکنه، حداقل کارو بکنیم بگیم الان خسته هستم، برو 20 دقیقه بعد بیا، برو یک دور بزن بازی کن، من اون احساس آزادی رو، رها شدن از این همه فشار رو برای خودم به دست بیارم، بعد بچه باشم با بچه‌م بازی کن. بله خانم دکتر، من متوجهم که یک اشتباه بسیار دامنه‌دار در بین از ما پدرها و مادرای افغانستانی موجود است که یا این طفل را اعلام می‌کنیم ایش کار و تربیتش نداریم، یا وقتی که شروع به تربیت می‌کنیم با تحکم، همونطور که شما فرمودید، سعی می‌کنیم که با تحکم کردن، با دستور دادن، با مجبور کردن او را وادار کنیم که تغییر کنه تا تربیت شود، و گاهی خود انقدر فشار میاریم که عمو اعلام کردن بسیار پرثمرتر و نتیجه بخشتر خواهد بود از اینکه بخوایم که تربیت کنیم. در حد 2 یا 3 دقیقه اگر یک جمع‌بندی بفرمایید تشکر. بله، حتما. خب پس ما نکته سوم، قانون سوم، یک بار دوباره بازخوانی میکنیم با بینندگان عزیز ما. قانون سوم است که اگر چیزی را دوست نداریم و نمیتونیم از او دوری کنیم، او را تغییر بدیم. نکته اول، تفاوت بگذاریم بین آن چیزی که میخوایم تغییر بدیم، آیا مادیات است، موجودات غیر زنده هستن یا موجود غیر زنده، خصوصا و منحصرا انسان. اگر فردی رو که یا چیزی که باعث آزار ما شده و یک انسان و موجود زنده است، و خصوصا تاکید میکنم اگر از نزدیکان و عزیزان ما است، این رو بدانیم که این برنامه تغییر دادن یک پروژه است، یک برنامه خیلی منظم است، قانون داره، مراحل داره و باید قدم به قدم و گام به گام پیش بریم و برای او برنامه‌ریزی کنیم. بحث تغییر دادن دیگری، عوض کردن دیگری رو مطلقاً از ذهن خودمون خارج کنیم. ما نمیتوانیم و نباید که کسی رو تغییر بدیم، ولی میتوانیم زمینه را برای تغییر کردن دیگران ایجاد بکنیم و این تمایل و توان رو برای او ایجاد کنیم که او خودش رو تغییر بده. و برای ایجاد کردن این زمینه، سه تا گام مهم رو، اول اینکه از جای خودمون بلند شیم، یعنی ذهنیت خودمون رو بلند شدن، منظور فیزیک نیست که حتما بخیزیم، ولی ذهنیت خودمون رو عوض کنیم، خودمون رو جای دیگری قرار بدیم. دوم، تمام تلاشمون رو بکنیم که محبت ما آشکار بشه، به او واضح و روشن بیان کنیم که سر خیرخواهی است، تو رو دوست دارم که اقدام رو انجام میدم. و نکته سوم، یک فضای بازی رو برای اختیار کردن، یعنی چند تا گزینه در اختیار طرف مقابل قرار بدیم و به او بگوییم که هر کدام رو که میخوای، هر کدام رو که دوست داری، هر کدام رو که تمایل داری انتخاب کن که این برنامه ان شاءالله تغییر بکنه. امیدوار هستیم که خدایی که حاکم قلب هاست، خدایی که محول الحال است و مغلب القلوب، قلب های ما و ذهن و روان های ما رو به بهترین شکل دگرگون بسازد، به سمت خوبی، به سمت شادی و شادمانی، و ما رو به جای برسانه که ما احساس شادمانی داشته باشیم و به رستگاری برسیم و او هم از ما راضی و خوشنود باشه انشاءالله. بسیار تشکر میکنم از شما خانم دکتر، بسیار استفاده کردم. از شما بینندگان عزیز و محترم هم تشکر میکنم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتان بودید. عزیزان، شماره تماس برنامه رو فراموش نمیکنید، مثبت 964-780-255-4013، و میتونید که از طریق واتساپ با همکاران از ما در ارتباط شوید. فضاهای مجازی یوتیوب، آپارات و دیگه فضاهای مجازی هم شبکه هادی تیوی دری حضور داره. شما میتونید برنامه خودتان را از طریق فضاهای مجازی هم ببینید و دنبال بکنید. عزیزان و بزرگواران، و لحظات ملکوتی از آن ظهر به افق شهر بسیار زیبای کابل هم نزدیک میشه. بزرگواران و نمازگزاران، ما را از دعای خیر خودتان فراموش نکنید. به همراه کارشناس محترم برنامه خانم دکتر رضایی بزرگوار از حضور شما عزیزان مرخص میشیم. در پناه خداوند مهربان باشید. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق.